یه سوره در قرآن به نام سوره سلیمانه. آقا قرآن میگه وقتی بساط سلیمان و این تشکیلات رسیدن به وادی نمل، پادشاه مورچه ها گفت الان سلیمان و لشگرش میرسن شما را له میکنه. آوردنش پادشاه مورچه ها رو گفت مگه من ظالمم و ستمگرم؟ گفت نخواستم این مورچه های ما چشمشون به این بساط مفصل شما بیفته علاقمند به دنیا بشه. میدونید چرا خدا به باد گفته این بساط تو از این گوشه دنیا برداره بذاره و گوشه؟ گفت نه، گفت خواسته خدا تو گوشت کنه بهت بگه که سلیمان بساط تو هم برباده. آقای عزیز هر جور میخوای زندگی کنی بکن، اما میبینی این سلیمان با این قدرت همه موجودات عالم، بله قربان بله قربان گو، در اختیار یک کاخ با عظمتی میسازن. سلیمانم عصاشو گذاشته زیر چونش. یه وقت عزرائیل اومد گفت آقای سلیمان میخوام قبضه رویت کنم. گفت عصام زیر چونمه، بذار برم تو اتاق و کاخ بخوابم، منو قبضه رو کن. گفت یه دقیقه مهلتت نمیدم. امام صادق میگه همینجوری که عصا زیر چونه سلیمان بود و نگذاشت این عصا رو بگذاره کنار بیاد پایین، همونجا قبضه رویش کرد. آی سر صدا کنا، آی سینه سپر کنا، آهای ستمگرا و تجاوز کارا، با یه اومدن عزرائیل سفرتون جمعه. جبرائیل میگد یا رسول الله و اهب ماشه فانک مفارقه، هر چرا هم میخوایی توی عالم دوست داشته باشی دوست داشته باش، اما بدان عاقبت ازش جدا میشی.